سلام، با این ویدیو همراه باشید. چهار افغان از شدت سرما و طوفان در مرز ایران و ترکیه جان باختند. وزارت امور خارجه افغانستان تایید می‌کند که دست کم چهار شهروند این کشور از شدت سرما و طوفان در مرز ایران و ترکیه در منطقه چالدران ارومیه جان باخته و دو تن نجات داده شدند. تاریخ دقیق این حادثه معلوم نیست، اما اخیراً تصاویری از گیر ماندن و جان باختن شهروندان افغانستان در هوای سرد و طوفانی در مرز ایران و ترکیه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که سفارت‌های این کشور در انقره و تهران تاکنون دو جسد را به خانواده‌هایشان سپردند. وزارت امور خارجه افغانستان همچنان در یک اعلامیه نگاشته است که این قضیه را به کمک شاهدان عینی، مقام‌های ایرانی و ترکی و همچنان تلاش‌های دوامدار سفارت‌های افغانستان در این دو کشور با جدیت پیگیری می‌کند. افزون بر این وزارت تا حال دو گروه جستجو را به منطقه سانحه که 800 کیلومتر از تهران و 1200 کیلومتر از انقره فاصله دارد، جهت رسیدگی به این رویداد فرستادند. وزارت امور خارجه با ابراز تأسف از این رویداد یک بار دیگر از شهروندان در این کشور تقاضا می‌کند تا از سفرهای غیر قانونی که خطر مرگ را به همراه دارد جداً بپرهیزند و فریب قاچاقبران انسان را نخورند. مهاجران افغان غالباً از این مسیر خود را به ترکیه می‌رسانند تا بتوانند به صورت غیر قانونی به اروپا سفر کنند، اما سفر غیر قانونی از این مسیر خطرناک است و همواره قربانی می‌گیرد. سال گذشته یک قایق حامل مهاجران در جهیل وان ترکیه غرق شد که در نتیجه آن 60 تن به شمول بیش از 20 افغان جان باختند. ممنون که با این ویدیو بودید. سلام، با این ویدیو همراه باشید. جمهوریت قومگرا، نوشته ای از فرشته عباسی. از زمان جدی شدن زمزمه روی کار آمدن دولت موقت به عنوان بخشی از روند تسریع گفتگوهای صلح، تیم بر سر اقتدار به رهبری اشرف غنی بیش از هر چیزی بر جمهوریت پافشاری دارد. حفظ نظام جمهوری به معنای واقعی آن بدون شک خواسته معقول و مورد حمایت بخش عمده جامعه افغانستان است. جمهوریت اما تنها شعار دادن و حرف زدن نیست. جمهوریت واقعی در قالب اعمال و رفتارهای مسئولانه رهبران سیاسی که بر اساس آرای مردم انتخاب شدند و خود را در برابر سرنوشت جمعی شهروندان با حاکمیت ملی مسئول می دانند، تبلور می یابد. جمهوریت در قالب شعار و دروغ و رفتارهای قومی اما تنها جمهوریت دروغین می تواند باشد. در شرایط فعلی در افغانستان، در حالی که بخش زیادی از دستاوردهای دو دهه گذشته در معرض تهدید قرار دارد، قرار گرفتن مردم در کنار نظام جمهوری و مبارزه برای حفظ نظام مردم سالار و دستاوردهای دو دهه گذشته یک امر بدهی به نظر می رسد. واقعیت اما چنین نیست. حکومت فعلی به دلیل رفتارهای غیر دموکراتیک که در تناقض آشکار با جمهوریت و کارشیوه‌های یک حکومت مردم سالار قرار دارد، حمایت بخش زیادی از جامعه را از دست داده است. داد زدن رهبران حکومت فعلی برای حفظ جمهوریت بیش از آن که ایستادن بر سر ارزش‌های جمهوریت باشد، در واقع دستمایه قرار دادن جمهوریت برای بقاست. نمونه های رفتارهای غیر دموکراتیک و قومگرایانه حکومت به رهبری اشرف غنی زیاد است. از سهمیه بندی امتحان کانکور تا تلاش برای حذف زبان فارسی و چشم پوشی بر اقدامات سازمانیافته اعمال تبعیض در اداره امور و موارد افشا نشده دیگر، نمونه های زیادی می توان ذکر کرد. با توجه به تمرکز قدرت در ارگ، امکان ندارد که این رفتارها بدون چراغ سبز ارگ شکل بگیرد، چه بسا این رفتارها در واقع از دیدگاه‌های شخص آقای غنی سرچشمه می‌گیرد. آخرین نمونه از این شاهکارهای نظام جمهوری تقسیم قبایل و طایفه‌های اقوام غیر پشتون افغانستان به اقوام جداگانه و درست کردن یک لیست جعلی با 70 قوم جداگانه است. معلوم نیست مبنای چنین اقدام چیست، اما همه می‌دانند که این اقدام آشکارا قومی، تبعیض‌آمیز و قدمی در راستای تقویت سلطه قومی قوم خاص صورت گرفته است.
سوالات مشابه را می توان در رابطه به نوع برخورد دوگانه نیروهای امنیتی با معترضان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از افراد ملکی گردید و محاصره فرماندهی پلیس ولایت هرات توسط افراد مسلح غیرمسئول مربوط به کامران علیزایی مطرح کرد. نیروهای امنیتی در بهسود کشتار مردم ملکی را به راه انداختند، در حالی که در برابر افراد مسلح کامران علیزایی یک گلوله هم شلیک نکردند. انفعال و در نهایت تسلیم شدن حکومت به خواست این فرد مبنی بر تغییر فرماندهی پلیس ولایت هرات دلیل واضح بر رفتار تبعیض‌آمیز و استفاده قومی از نیروهای امنیتی افغانستان است. در اقدام دیگر، چندی قبل نیروهای امنیتی با حمله به منطقه مسکونی هزارنشین در جبرئیل هرات برای دستگیری یک فرد تعداد زیادی افراد غیر نظامی را کشته و مجروح ساخت. همه اینها نمونه های واضح از برخوردهای قومی و تبعیض‌آمیز حکومت است. در نظامهای جمهوری، حکومت باید در صدد ارائه خدمات به شهروندان فارغ از هر نوع تمایز قومی، مذهبی، جغرافیایی، زبانی و فرهنگی باشد و خود را به عنوان حکومت در برابر شهروندان مسئول بداند. در جمهوریت قومی به رهبری آقای غنی اما یکی از اولویت‌های نظام جمهوری جعل هویت‌های قومی به منظور تحکیم سلطه قوم خاص میباشد. ویژگی دیگر جمهوریت قومی فعلی تمرکز صلاحیت و تصمیم‌گیری‌ها در حلقه خرد چند نفره آقای غنی است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که هیچ تصمیم مهم در دستگاه اجرایی خارج از این حلقه گرفته نمی‌شود و وجود افراد از اقوام دیگر در سطوح رهبری سیاسی و شمول معاونین رئیس جمهور چیزی فراتر از سیاست نمایش نیست و وجود این افراد در حد یک پوستر در دفاتر معاونت ریاست جمهوری است. تقسیم قبایل اقوام غیر پشتون به اقوام جداگانه و لیست 70 قوم از سوی اداره احصائیه یکی از شرم‌آورترین اقدامات از سوی این اداره است که نشان واضح از عملکرد قومی با رفتارهای تبعیض‌آمیز است. این تصمیم امکان ندارد که بدون حمایت حلقه تصمیم گیرنده در ارگ به اجرا گذاشته شده باشد. این نخستین تصمیم از این نوع نیست. آقای غنی قانون ثبت احوال نفوس را که توسط پارلمان تصویب شده بود و توسط خودش نیز امضا شده بود در سال 2014 دوباره به کمیته قوانین کابینه ارجاع داد و در یک سازش با کمیته مشترک پارلمان و حکومت ماده 6 را تغییر داد که جنجال قومیان تاکنون ادامه دارد و مانع توزیع تذکره الکترونیک شده است. این اقدام بخش زیادی از وقت و انرژی حکومت وحدت ملی را که در پی انتخابات جنجالی در سال 2014 به میان آمده بود ضایع کرد و باعث جنجال میان ارگ و ریاست اجرایی گردید. اکنون پس از یک دوره ناکام دیگر در رهبری حکومت، آقای غنی در سال آخر و احتمالاً در واپسین ماه‌های حکومتش همچنان بر رفتارهای قوم‌گرایانه پافشاری می‌کند. در زمانی که حکومت بیش از هر وقتی به حمایت مردمی نیاز دارد، دست زدن به رفتارهای قوم‌گرایانه تنها میتواند تثبیت کننده ادعای دروغین جمهوریت به رهبری آقای غنی باشد. نه تنها مردم، بلکه جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان باید در برابر این رفتارهای غیرمسئولانه و تبعیض‌آمیز اقدام کند و مانع تضعیف پایه‌های یک نظام دموکراتیک در افغانستان شوند. نظامی که با قربانی‌های زیاد از طرف مردم و جامعه جهانی ساخته شده است و اکنون از سوی رهبری سیاسی حکومت در معرض تهدید قرار دارد. ممنون که با این ویدیو بودید.